کارزار تحریم جشنواره فیلم فجر به موضوع دیگری برای مقامات فرهنگی جمهوری اسلامی تبدیل شده. وزیر فرهنگ و ارشاد خطاب به کسانی که این جشنواره رو تحریم کردن گفته هر کسی که عنوان هنرمند رو داره دلش با منافع ملی پیوند خورده. از سوی دیگه اما رسول صدر عاملی سخنگوی خانه سینما گفته جشنواره فیلم فجر باید با تغییر روی کرد خودش رو برای برگزاری آماده کنه، وگرنه سینماگران چندان رغبتی برای مشارکت نخواهند داشت. گفته جامعه بر اثر برخوردهای این روزها در اوضاع مناسبی به سر نمیبره و حال و هوای سینما نداره. موضوع رو با علی مصلح به گفتگو میذاریم، روزنامه‌نگار و منتقد سینما مقیم ترکیه. آقای مصلح، بعد از تحریم گسترده جشنواره حقیقت، این بار گویا هنرمندان و مردم قرار جشنواره حکومتی فجر رو تحریم کنن. اهمیت تحریم این جشنواره های حکومتی برای جمهوری اسلامی چیه؟ ببینید، سالها گفته میشد که جشنواره فیلم فجر یا جشنواره تئاتر فجر اینها ویترین سالانه سینما یا هنر نمایش کشورن، ولی در واقع اینجوری بود که اینها ویترین فرهنگ جمهوری اسلامی بودن، به خاطر اینکه اساسا ماهیت تولید و عرضه محصولات فرهنگی در ایران کاملا حکومتیه و با در واقع اعمال ممیزی شدید پیش از انتشار اساسا بستر دیگه‌ای برای عرضه این آثار در از کتاب و موسیقی گرفته تا سینما و تئاتر و غیره وجود نداره. و یک نکته دیگه وجود داره که در واقع شما ببینید حتی اسامی این جشنواره ها هم فجره، مهمترین رویدادهای هر کدوم از این حوزه های فرهنگ و هنر، یعنی فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر و در سالهای بعد شعر فجر و هنرهای تجسمی فجر هم اضافه شد و این تاکید بر اون ماهیت حالا به قول خودشون انقلابی ولی در واقع ایدئولوژی که این رویداد هاست و این خودش نشون میده که در واقع تا چه حد اینها اصرار دارن این جشنواره ها رو به عنوان رویدادهای حکومتی برگزار بکنن و چون اون ماهیت در واقع حکومتی فعالیت فرهنگی هم وجود داره، سینماگران و سایر هنرمندان در بقیه رشته ها هم به هر حال شرکت میکردن چون بستر دیگه همونطور که گفتم وجود نداشت. مثلا دیدیم مانی حقیقی توی ویدیویی که اخیرا منتشر کرد به همین نکته اشاره کرد که ما فکر میکردیم این متعلق به ماست و بستری برای فعالیت هنری ماست، ولی در واقع متعلق به شماست. این رو خطاب به وزیر ارشاد گفت. بنابراین وقتی یه همچین در پدیده هایی شما میسازید، یعنی حکومت در واقع میسازه، وقتی که در معرض خطر قرار میگیره به دلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، هر کاری میکنن که جلوی آسیب دیدن اینها رو حالا اینجا به عنوان تحریم بگیرن و از هیچ تلاشی برای در واقع محافظت از این میراث‌های خودساخته خودشون فروگذار نمیکنن. آقای مصلح، در این روزها چندین بار وزیر فرهنگ دست به دامن هنرمندان شده برای برگزاری کنسرت، نمایشگاه و برگرداندن وضعیت عادی به عرصه هنر، اما در همین شرایط نهادهای امنیتی هنرمندان حامی اعتراضات رو بازداشت، احضار، حد ممنوع کار، حتی ممنوع خروج میکنن. چرا حکومتی کلا با ماهیت هنر مشکل داره؟ با ساز، آواز، تئاتر و سینما چه شد که به یک بار این همه در این حوزه، در این کانون، این مورد توجه این حکومت قرار گرفت؟ ببینید، جواب کوتاهش در سوال شما مستتر بود، همون وضعیت عادی. در واقع حکومت در این سه ماه به یک نتیجه رسیده، فکر میکنه که اگر جریان تولید و عرضه محصولات فرهنگی هنری مثل پیش از اعتراضات ادامه داشته باشه، یعنی مثلا کنسرت برگزار بشه، فستیوال فیلم برگزار بشه، نمایش روی صحنه باشه، این میتونه القا بکنه که شرایط به حالت عادی برگشته. حتی اگر مثلا خیابان‌ها همچنان یه مقدار شلوغ باشه، دانشگاه‌ها متشنج باشه، اعتراض‌ها به اشکال مختلف ادامه داشته باشه، و چون فکر می‌کنه کنترل و تسلط داره روی این حوزه‌ها، به شدت روی این قضیه پافشاری می‌کنه. در واقع آقای اسماعیلی وزیر ارشاد میاد میگه که نهادهای امنیتی گفتن که پیگیری کردن که فعالیت فرهنگی هنری به حالت عادی برگرده، در حالی که سه شنبه
مهمترین بازی فوتبال لیگ برتر ایران رو بین استقلال و پرسپولیس حتی جرئت ندارن با حضور تماشاگر برگزار کنن به بهانه آلودگی هوا و از این قبیل. خب ببینید اینها نشون میده که اساسا یک دستی حتی در تصمیم گیری های امنیتی وجود نداره. حتی اگر فرض کنیم اون نهادهایی که وزیر ارشاد گفته پیگیر ماجرا هستن که این خودش یک معنای ثانویه داره، یعنی همه چیز امنیتی شده، پس چرا در حوزه‌های دیگه این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه حیطه امنشون بوده و فکر میکردن روش تسلط دارن، در حالی که اتفاقات اخیر، اعتراض‌های هنرمندان به خصوص سینماگران، چه در قالب کارهایی که مثل برداشتن روسری از سر بوده از طرف سینماگران زن، چه بیانیه‌ها و نوشته‌هایی که حالا اوجش حمید فرخ‌نژاد بود، نشون میده اتفاقا اصلا تسلطی روی این حوزه وجود نداره. به حیطه امن اشاره کردید آقای مصلح. این روزها هنرمندان زیادی از نظام ناامید شدن، مهاجرت کردن یا داخل ایران انتقاد میکنن، تجمع میکنن، بیانیه میدن، البته که بازداشت و تهدید هم میشن. سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده نسبت به چهره‌های شاخص مدارا شده، البته نامی از اون چهره‌های شاخص نیورده. این تقابل هنرمندان در داخل با نظام و رویکرد حکومت رو چطور میبینید؟ من فکر میکنم اون این صحبت‌هایی که حتی سخنگوی قوه قضاییه مجبور شد موضع‌گیری کنه احتمالاً درباره حمید فرخ‌نژاد، چون اینا از طرف مثلا حامیان خودشون الان تحت فشارن که چرا اجازه دادین از ایران خارج بشه، یعنی در این حد، یعنی در واقع تصورشون اینه که ایران یک زندان، هر وقت بخوایم درهاش رو می‌بندیم. ولی این ماجرا خیلی طولانیه، یعنی در واقع یک حیثیت زدایی به نظرم از هنر و هنرمند در این 14 شده و ما اوجش رو در دهه 90 میبینیم که به تدریج مفهوم سلبریتی جای هنرمند رو گرفت و یک جور خونساسازی بود. یعنی از نظر اینها هنرمندان کسانی بودند که سکوت مصلحت اندیشانه بکنن برای اینکه بتونن فعالیت کنن، تعدادشون دستمزدهای آنچنانی بگیرن و هر جایی که حکومت در واقع اراده کرد اینها به صحنه بیان، مثلا دعوت کنن به انتخابات و از این قبیل، و فاصله بین مردم و هنرمندان زیاد شد. ولی کل این نقشه‌ای که طی 14 دهه اجرا شده بود ظرف 3 ماه کاملا بر آب شد. یعنی الان به نقطه‌ای رسیدیم که نه تنها هنرمندان موزگیری هاشون در این 3 ماه روز به روز تندتر میشه و در واقع عمل کردشون مثل همین که میرن جلوی زندان اوین برای 3 روز یا 4 روز پیاپی برای پیگیری وضعیت یکی از همکارانشون، بلکه در واقع به اشکال مختلف مقابل حکومت میستن و نشون میده تمام اون تلاش های 30-40 ساله در واقع تحت تأثیر جریان اعتراضی از بین رفته و اینها به اون وجدان جمعی، در واقع هنرمندان وجدان جمعی جامعه خودشون شده و اون کارکرد اصلی که باید داشته باشن. با سپاس از علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما مقیم ترکیه.